سلام برای سی یوتیوب سوال اقتصادی هستم امروز با برنامه با سوهیل بچه ها بغیر از این اینستاگرام لطفا اینجا کامنت بذارین که چی میخواین امین از من بپرسه که من راجبش صحبت کنم آقا من این سه باکس گذاشتم اگه این سه رو نهاریدی بالا میاد اتنا فالو کن گفتم که دوسته راجع چی ویدیو بسازیم سوهیلی که توی کشور جهان اولی زندگی میکنه بیاد به ما توضیح بده که فرقش با کشور جهان سوم که ایران باشه چیه ایران کشور جهان سوم نیست ایران کشور جهان اوله ببخشید جهان دومه به خاطر خلاصه بخوام بگم اگه سن تو کتابونی بخوای نگاه کنی تو دانشگاه ایرانو بهش کشور جهان دوم میگن کشوری که درب داغون باشه نظر فرهنگی که ایران هست دولتش به هم ریخته است و معلوم چه اتفاقی داره دولت و مردم هنوز یکی نیستن به قول معروف به این میگن کشور حالا به شما میگیم دایتی مثلا یا بهتر اصلا میگم شهری <laughs> کشوری که پول و با کلاس بهش میگن جهان, جهان اول کشوری که بی پوله و در داغونه بهش میگن جهان سوم کشوری که پول و در داغونه میشه جهان دوم که ایرانه ایران پول زیاد داره فقط منیجمنت خوب نداره میدونی کسی درست سای بیاد بالا سرش با مغز فکر کنه با خرافات نره جلو و بخواد کشور رو بسازه ایران ظرف چند دین سال مثلا بگو چندان، 20 سال 30 سال 40 سال میتونه برگرده قوی ولی یه سازنده میخواد حالا درس اون که به ما نپی نره که ایران جهان دومه ولی حالا میفهمم پوینت بچه ها چیه که سوال من خب خیلی فرقه که خب خیلی زیاده منی که از مثلا ایران اومدم اینجا چیزایی که مثلا نوتیس کردم خیلی متفاوت بود یکی این بود که دولت میخواست کمکت کنه من مثلا نمی‌رسم مثلا دولت میتونه آدم رو کمک کنه خب حالا من مثلا نمیدونم تو ایران هم کمک میکنه یا نه مطمئنم مثلا خیلی جا هستن که دارن کمک میشن طریق دولت ولی مثلا برای من که کسی نبودم نمیدونستم برای منم سرویس هایی هست در لبلی که او مثلا پول در بیا ورزشگاه و استخر رو نمیدونم این و اونیت با ما ما پولش رو میدیم او بیا ما پول اتوبوس تو میدیم یا مثلا اگه اتوبوس 5 دلاره تو یه دلار بده چون تو پول نداری خب یا اگه مثلا بری میگی خونه ندارم بهت خونه میدم خب مثلا خیلی راحت و چیز بود این غیر من دوستای زیادی داشتم که خونه های دولتی زندگی میکردن که پول نمیدادن با ماماشون اومده بودن یه فرم پر کرده بودن یه خونه چهار خوابه بود مشی داشتن ما مثلا خوشمون بازی میکردیم اینا مثلا اجارش خیلی مفت بود اجارش 30 درصد درآمدته یا 25 درصد درآمده میگن هر جو رفتی کار کردی ما 25 درصدشو رو هم میدیم مثلا میگن مثلا 200 تومن نگران نباش اجارت میشه 50 دلار دومین چیز همه چی فکر شده است یعنی مثلا من وقتی میام ایران اولین اتفاق که اول باری که اومدم ایران اولین اتفاقی که افتاد روز اول پام پیچ خورد چون من اینجا بودم یاد گرفته بودم که اینجا را برم وقتی اینجا رو میری منطقش اینه که یه آدم کور یا یه آدم روی ویلچر اون آدم باید بتونه توی خیابون بره واسه وقتی خیابون واسه اون ساخته بشه واسه من دیگه پارکه ما اینجا یاد نمیگیریم هیچ پایین نگاه بکنیم فقط صاف رو میریم بعد از اون هر وقت میانم بیرون دیگه فقط سلام میدونم پایین انگار مثلا دارم یه مسابقه بازی میکنم پام دیگه پیچ ولی حواسم دیگه همیشه بود بعد از اینکه اولین بار پام بعد مسئولیت پذیری مثلا میگم اینجا یه بار بارون اومد برف اومد خیابونا خراب شد بعد اگه ماشینت میفتاد تو چاله داخل داشت رو اندگی و چرخت میشکست یا پنچر میشدی یا چچ کمک فنر داغون میشد هرچی دولت اومد تو رادیو تبلیغ میکرد که اگر این اتفاق سر دو افتاده ما پولتو میدیم ببین یه برنامه درست کنن تو خودشون و خیلی فرق داره ولی اینکه بلند شه بره بگی او آقا این مشکل جدیده به خاطر این چیزی که ما نمیدونستیم یا به خاطر این نو که دفعه پیش خریدیم این اتفاق افتاده واسه همین خیلی آدم الان سورپرایز شدن ماشینشون خراب شده چیکار کنیم خب ما باید مسئول باشیم براش چجوری بهشون بگیم تو رادیو تبلیغ میکنیم. برای یه ما هر روز اینو تو رادیو میگیم میگیم یارو که تو ماشینه اگه یه بار بیار رادیو صدای ما رو میشنبه که اگه خراب شد برو تعمیرگاه درست کن رسیدی رو بفرست ما چیز میکنیم درستش میکنیم برای همین بعد تو هم وقتی اینجا میبینی تو هم باعث میشی آدمه با مسئولیتی بشی برات مهم باشه چیکار میکنی یا حداقل رو من این تاثیر گذاشت مثلا من از ایران اومدم آشغال مینداختم بیرون از پنجره از ماشین ولی بعد از سه ماه تا شیش ماه تموم شد دیگه هیچ وقت هیچ وقت اتفاق نیفتاد شده مثلا آشغال یه جا ببینم وعده بذارم تو جیبم بیارم بعدم بندازمش ولی دیگه اون وقت هیچ وقت اتفاق نیفتاده برای همین این فرقاش خوب خیلی است بعد از اون ور اینی که کشور جهان اول با بقیه دنیا دوسته مسافرت خیلی راحته ویزا میزا خیلی راحته اصلا دیگه یادت میره این داستانه که من ویزا بگیرم این کارو بکنم پولی که تورم کم داشته باشه خب خیلی برای زندگی مناسب و تورم وحشیانه که اتفاق میفته مثلا خب خوب نیست کلا چیزاش اینجوریه آزادی که داری وقتی میری بیرون احساس میکنی که داره نگات میکنه لازم نداری کسی رو راضی کنی کار خودت رو داری میکنی کسی کاری به کارت نداره دعوا نمیبینی تو خیابون نمیبینی کسی در کسی داد بزنه عصبانیت نمیبینی کسی که میخواد کار کنه همیشه کار هست مثلا تو ایران من برام سوال بود که آقا مثلا تو بخوای فقط نخوای کار کنی یعنی نمیدونم بخوای کار کنی چیکار هست بکنی به قضیه مثلا بری توی رستوران کار کنی یا مثلا چیکار دیگه هست فقط کار. کارهای کارگری هست یعنی هیچ وقت نشد مثلا که بر نمیدونم یعنی سخت بود واسه من که مثلا تو ایران بودم برام سخت بود که مثلا مثلا بزرگشم میخوام چیکار کنم به از یه کار خودت شروع کنی کاری نیست مثلا بری یه جا وایسی یه پولی بگیری که تو زندگی اوکی داشته باشی یه خونه دو خوابه بخری واسه خودت یا آپارتمان دو خوابه بخری یه دونه بچه دارم بشی اینا من نمیدیدم تو ایران بتونم این کارو راحت بکنم دیگه دیگه فرقشون چیه کلا اون کاستمر سرویس uh, خیلی قوی تر واقعا مقابل مثلا مقایسه نیست با مال ایران یعنی مثلا تو زمین زمین فوش بدی مثلا خواهی میکنه تو ایران زمین فوش رو قطع میکنه فکر میکنه مثلا حقش uh, همه دیگه همه مسئولن اگه تلفن پنج ساعت قطع بشه برای آخر ماه یه نامه میاد که تلفن 5 ساعت قطع شد تو 100 دلار در ماه داری پول میدی 5 ساعت میشه انقدر درصد اون پس بیا ما داریم دو دلار 35 سنت پس پس میدیم هیچ کی دو دلار مهم نیست ولی میفهمی که اوکی آقا همه حواسشون هست کسی سرش کلا نمیره میدونی چی میگم و وقتی که احساس میکنی سرت کلا نمیره ریلکس تر میشی راحت تر میشی یعنی باعث میشه که خود بیشتر خودت باشی با مردم بتونی باشی نمیخوادن خیلی بیشتر مثلا چش هم, هم چشیم از کم میشه همه راضی همه خوشحالن همه دارن حالشون رو میکنن این فرقایی که من بودم حالا تو که تو ایرانی به نظرت چیه فرقاش این تو چی میبینی که مثلا مسافرت اومدی و از این حرفا اول از همه که این بر اصلا مردمش هم دنبال این هم به نظر من که همه چی تو چش هم بکنن ولی اونجا اینجوری نیست نه چی میگم نه اون توی ماشین خوب میبینی میگی به به خوشگله دمش یا اصلا نمیبینی من... نه اصلا ببینی هم میگی اوکی دمش کار کرده رسیده اگه منم کار کنم میرسم نه میفهمم میگم یا اصلا نمیبینی مثلا ماشین داره میاد چی نگاه میکنی میگی لامبورگینی زبر رد میشه هیچ نو فکری نداری نسبت به یارو یعنی خیلی ها اینا میبینی که اینجوری هست. اینجا تو یه دونه بی ام وی 2013 میبینی با دست نشونش میدی میگی واو به رانندش هم میگی یه گاز بده عشق میکنی بعدش که تازه یارو گازم میده حسرتش وقتی هم که رفت تو حسرت میکنی که چی ای بابا من نمیتونم یه بی ام 2013 رو تا 20 سال دیگه هم بخرم میدونی چی میگم آره نه اینجا تو تکنیکی با کار اول اگه بری مکدونالد کار بگیری مکدونالد ساعت 17 دلار پول میده 10 ساعت کار کنی میشه 170 دلار اه... که 10 ساعت مال یه روزه دیگه تو هفته 40 ساعت اگه کار بکنی حالا 40 ساعت فول تایم بگو فول تایم بیت کانادا بیت مثلا بگو دو تا شیفت بیت بده 16 ساعت 16 ضرب در 16 میشه 344 یا هرچی که میشه دادم چند میشه 16 ضرب در 16 Alexa what's 16 times 16 خب 256 روز به هفته 256 پول میده توی ماه میشه هزار یه دونه بی ام دبلیو برند نیو 2023 بخوای بری بخری تو الان بده 24 بد میدن برای در میاد ماهیونش فکر میکنم یه چیزی بین 600 تا 700 دلار بس دیگه چه مدلیشو بخوای و چه آپشن بذاریش کمترم بازم حتما هست ولی تو اینجا تو 2013 شو نمیتونی بخری اگر هم بخوای بخری اولا که پولت باید نقد باشه دومان این که یه دونه 528 2015 بخوای برداری باید 6 میلیارد پول بدی 6 میلیارد تقریبا میشه 120 هزار تا 120 هزار دلار باید بکوبی که یه دونه ماشین 2015 که 150 تا کار کرده بخری دیگه وقتی به آمریکا بری توی دعوای همینه دیگه شعار یه چیزه ولی زور واقعی همین جا هم میاد بالا دیگه که اینجا تو کشورش میتونه به یادم 16 ساله که میده تو همبرگر فروشی کار میکنه بتونه بعد از دو ماه بره یه دونه بی ام دبلیو برند نیو برداره تازه اگه یکی دو سال عقب تر برداره پولم کلی سیو میکنه ولی حالا اون خارج از بحث و یه کشور به قول تو برای یه ماشین ده سال قدیمی و موتور کار کرده نمیتونی برسی این میشه قدرت قدرت جهان اول کنار. <تصفح> ماشین قدیمی هم میذاریم کنار تسلا که مصرف بنزینش صفر آلودگی هوا نداره خودش خودش رو شارج میکنه راننده بگیره به خودش میره نمیخواد بمیره یارو میدونی؟ <تصفح> اون وارد ایران نمیشه او چون ماشین آمریکاییه واردات نه نه آمریکایی نیست ماشین از سال 2017 به بعد وارد ایران نشده کی اینو خواسته ایران اینو خواسته آره ایران خواسته ایران گفته ماشین 2017 به بعد تو ایران نیاد چرا چون پراید فروش شده خب چرا تسلا 2015 نیست نیست دیگه هیچ کس نیست تسلا اصلا پلاک نشده ماشین 2017 به بعد هم اصلا پلاک نشد من فهمم چرا ماشین بقی تو ایران یکی از عجیب ترین چیزای ممکنه آ آیفون ساده ترین چیز آیفونه دیگه درست نمیگم آره گوشی تلفن همراه آیفون 14 و 15 تو ایران ریجستری نمیشه یعنی آنتن نداری تو ایران کشور ایران گفته من نمیخوام شرکت اپل به من گوشی بده من خودم قویم یه گوشی میسازم میدونی و آیفون 14 و 15 تو ایران ریجستر نمیشه و کالای قاچاق حساب میشه چقدر جالب خب این تمام وقتی بود که داشتیم وقتمون تمام شد امیدوارم خوشتون نده باشه تا برنامه بعدی بوسه جاکس